ایران و آذربایجان هستیم. 21 فوریه هر سال طبق تقویم یونسکو روز جهانی زبان مادری است. International Mother Language Day. جامعه جهانی گام بر عرصه ای گذاشته تا محدودیت ها کمتر و کمتر بشود و افراد بشر به یکدیگر نزدیکتر و نزدیکتر شود. به همین سبب است که در کشورهای مدرن و پیشرفته مانند سوئد، مهاجران فرزندانشان را در مدارس برای آموزش زبان مادری آماده می کنند. چه اینکه زبان مادری ریشه و سرچشمه آداب و سنت ها و رسوم یک ملت هست. اما کشور ما ایران از دو سو دچار مشکل است. از یک سوی رژیم قاصب جمهوری اسلامی که کمر به خشکاندن ریشه های ایرانیت ما بسته است و دشمنی دیرینه او با اقوام و زبانهای گوناگون بر هیچ کس پوشیده نیست، و از سوی دیگر ابرقدرت هایی که سودای تجزیه خاک ایران رو در سر می پرورانند به شکاف میان اقوام ایرانی دامن می زنند. از نگاه حقوق داخلی، اصل 15 قانون اساسی حق آموزش زبان مادری رو به رسمیت شناخته، و از طرف دیگه با توجه به ماده 9 قانون مدنی که تمامی قوانین بین المللی که ایران به آنها پیوسته است را در حکم قوانین ایرانی می داند، از جمله ماده 27 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده 30 کنوانسیون حقوق کودک، بندهای 3 و 4 از ماده 4 اعلامیه حقوق افراد متعلق به پیروان قومی، ملی، مذهبی و زبانی، و همچنین منشور زبان مادری سازمان یونسکو و اعلامیه جهانی حقوق زبانی که در 52 ماده مبسوط در این خصوص سخن گفتند، همه جا تأکید بر حق آموزش زبان مادری، The right to learn mother tongue، همه جا تأکید شده. اما هیچ کجا از The right to learn in mother tongue یا حق آموزش به زبان مادری اشاره‌ای نرفته، و متاسفانه عده‌ای با ترجمه نادرست سعی در اقفال هممیهنان ما می‌کنند که باز شوربختانه باید بگوییم تحت حکومت جابر و ستمگر جمهوری اسلامی از بدیهی ترین حقوق خودشون محروم هستند. اما هممیهنان فراموش نکنیم این تنها زبان کردی و زبان آذری و زبان عربی و پشتو و گیلکی و مازنی و خراسانی نیست که مورد ستم واقع شده. زبان فارسی هم از سوی جمهوری اسلامی مورد تاخت و تاز قرار گرفته. دست به دست یکدیگر باید بدیم و با مطالبه درست حق آموزش زبان مادری ایران رو آزاد. ایران ما با همین گوناگونی گویش‌ها و زبان‌ها و اقوام زیبا و ایران است. من ایرانی کی کردم. فرزندان ما سرمایه‌های ما در ساخت ایران فردا هستند، و در این راستا حفظ زبان و فرهنگ اصیل ایرانی به کودکان فرصت فراگیری زبان مادری را به آنها می دهد
تا هرگز فراموش نکنیم که در هر کجای جهان که باشیم ریشه های ما در وطن ما ایران استوار است و بدین منظور آموزش زبان فارسی نه تنها امکان برقراری رابطه میان نسل‌های پیشین و آینده ایرانی را ممکن می‌سازد، بلکه دسترسی به فرهنگ کهن پارسی را هم فراهم می‌آورد. من ایرانی‌ام، رشتشینم. ایرانن، آذربایجانی‌ام. من ایرانی هستم، کاکو، اهل شیراز. هرگم، من ایرانیم، خلقی چکابم، آذربایجان غربی. مو ایرانیم، بچه عراقم. موی ایرانی لرم. من ایرانیم، خلقی کردستم. من این ایرانیم، گیلانشینم، رشت. من یک ایرانی هستم، فارسی زبانم، بچه تهرونم. یه ایرانیم، اهل اصفهانم.